با درود به شما، من پرویز دستمالچی هستم و در جلسه پیش درباره نوع ترور فریدون فرخزاد گفتم که چگونه ماموران وزارت اطلاعات و امنیت ایران اون رو به یک دام بردن و رفتن در واقع دام و این بار در خانه‌اش درست کردن، همچنان که دامی رو که برای دکتر بختیار و سروش کتیبه درست کرده بودن در خانه خودش بود و بدون اسلحه وارد اونجا شدن و بعد از کارد آشپزخانه استفاده کردن برای بریدن سر و دست ها و غیره. درباره فریدون فرخزاد صحبت کردم، این بار درباره ترور سرهنگ ضد اطلاعات عطاالله بای احمدی و همچنین سرگرد قلی‌زاده صحبت میکنم که چگونه جمهوری اسلامی برای اینا هم به نوع دیگری دو مرتبه دام درست کرد و اینا رو به قتلگاه کشوند، یکیشون رو دام درست کرد در دبی کشت و دیگری رو در استانبول در برابر زنش دزدید بردن شکنجه کردن و بعد به قتل رسوندن و غیره. جمهوری اسلامی که از همان ابتدای پایه‌گذاریش بخشی از حکومت و حفظ حکومت در رابطه با ترور دگراندیشان بود و یا اعدام اونها و بعداً تبدیل شد به ترور و قتل عام زندانیان سیاسی و ترور دگراندیشان چه در درون ایران و چه در بیرون ایران، در درون ایران یکی از برجسته‌ترین این ترورها قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری باز هم با چاقو و تکه کردن اونها بود و بعدم در رابطه با پوینده و مختاری دزدیدن اونها و خفه کردن اونها که اونها خودشون مقولات دیگری هستند و جزئیات دیگری دارند که در اون رابطه یکی از افرادی که به دستور وزارت اطلاعات و امنیت وقت دوری نجف آبادی این کارو کرده بود، آقای عالی خانی، در واقع عین مطالب و نوع کشتن رو در رابطه با ترورهای زنجیره‌ای، قتل‌های زنجیره‌ای دقیقاً در برگ بازجوییش نوشته بود که بعداً منتشر شد. در خارج از کشور از جمله کسانی رو که باز هم با دام به قتلگاه کشوندن، یکی حمید چیتگر بود از اعضای سازمان طوفان و دیگری غلام کشاورز که اونم در قبرس ترور کردن که حالا به اونا بعدن خواهیم پرداخت. امروز میخوام در رابطه با ترور عطاالله بای احمدی و ترور سرگرد قلی‌زاده صحبت بکنم. بای احمدی رو در جوان 1989 در هتل اکسلسیور در دبی به قتل رسوندن با دو گوله‌ای که به سرش زده بودند. ایشون متولد 1312 بود و به هنگام ترور 60 خورده‌ای سال داشت. سرگرد عباس قلی‌زاده در 27 دسامبر 1992 در استانبول ربوده میشه و بعد به قتل رسونده میشه. اینها هر دو از اعضای سازمان درفش کاویانی به رهبری منوچهر گنجی بودند که سازمانی مشروط طلبه. دامی رو که جمهوری اسلامی برای اینها درست کرد در نوع خودش نمونه است، به این معنا که در سال 1989 18 نفر از اعضای سازمان درفش کاویانی در ایران دستگیر میشن. مدتی بعد از این دستگیری یه شخصی به نام حاج کبیری که حالا اسم مستعار حتما و یا حاج محمدی و یا حاج اکبری ولی با نام حاج کبیری با سازمان درفش کاویانی از تماس میگیره، تلفنی تماس میگیره و میگه که ایشون از مقامات عالی رتبه زندان اوینه
و این امکان رو داره که اعضای دستگیر شده سازمان درفش کاویانی رو، یعنی اون 18 نفر رو که در زندان هستن، آزاد بکنه و خواهان ملاقات با منوچهر گنجی میشه. منوچهر گنجی به دلایل مسائل امنیتی و به این دلیل که قبلا هم نقشه قتلش رو کشیده بودن، از این ملاقات پرهیز میکنه، نمیره، اما قرار میشه که سرهنگ ضد اطلاعات عطالله بای احمدی با سرگرد قلی‌زاده به ملاقات حاج کبیری در استانبول برن و اینا میرن و با هم صحبت میکنن و حاج کبیری برای اینا از نفوذ خودش در دستگاه و اینکه از مقامات بالای زندان اوین هست صحبت میکنه و اینکه میتواند با یک مخارج 50,000 دلاری در واقع زندانیان درفش کاویانی رو آزاد بکنه. قرار بر این میشه که این پول پرداخت بشه و قرار بر این میشه که حاج کبیری برای اینکه واقعا نشون بده که توانایی کاری رو داره و میتواند زندانیان سازمان درفش کاویانی رو آزاد بکنه، به ایران برگرده و در اونجا اونا رو آزاد بکنه و این به عنوان سندی تلقی بشه برای اینکه او توان چنین کاری رو داره و بعد از هم جدا میشن. حاج کبیری میره تهران و چند روز بعد، اندکی بعد، از مجموعه 18 نفر از اعضای زندانی درفش کاویانی 16 نفرشون آزاد میشن و این علامتی است برای سازمان درفش کاویانی، برای منوچهر گنجی و برای سرهنگ بای احمدی و سرگود قلی‌زاده که گویا او میتواند چنین کارهایی رو بکند، این توان و قدرت رو داره. در نتیجه اعتماد ایجاد میشه و قرار میشه یک دور بعدی باز با هم ملاقات بکنن برای اقدامات بعدی. حاج کبیری با سازمان درفش کاویانی تماس میگیره و از اونا میخواد که این بار در دبی با هم ملاقات بکنن و خواهان این میشه که خود منوچهر گنجی در این ملاقات حضور داشته باشه. منوچهر گنجی باز به این ملاقات نمیره و سرهنگ بای احمدی تنها در ژوئیه 1989 میره دبی و در هتل اکسلسیور و 3 ساعت پس از اینکه اونجا وارد میشه به قتل میرسه با 2 گلوله در سرش. بعدن تحقیقات پلیس دبی و دادستانی دبی، چون هتل دارای دوربین بوده، دوربین مخفی بوده و رفت و آمد افرادی رو که به هتل وارد و خارج می‌شدن ضبط می‌کنه. پلیس میگه 2 ساعت پس از اینکه سرهنگ بای احمدی در هتل ترور میشه با 2 گلوله در سرش، قاتلان اون دبی رو به طرف تهران ترک می‌کنن. عکسایی رو که دوربین ضبط شده بوده توسط دوربین بعداً به سرگرد قلی‌زاده نشون داده میشه و سرگرد قلی‌زاده از 2 نفری که در فیلم بودن، 1 نفر رو که حاج کبیری بوده شناسایی میکنه و این نشون میده که حاج کبیری در واقع خودش مستقیماً در قتل سرهنگ بای احمدی شرکت داشته. بعد از این جریان، بعد از اینکه سرهنگ بای احمدی رو ترور میکنن، حاج کبیری که برمیگرده ایران، اعضای آزاد شده سازمان درفش کاویانی رو 2 مرتبه همه رو دستگیر میکنن، 1 بخششون زندانی میشن، 1 بخشی رو هم اعدام میکنن. سرگرد قلی‌زاده بعدن در حدود 2 سال بعد در استانبول در خیابان در حالتی که با همسرش در حال
قدم زدن بوده یا رفتن در جایی بوده، توسط 5 نفر از افراد جمهوری اسلامی ربوده میشه و بنابر گزارش‌های اداره پلیس و ضد اطلاعات ترکیه به مدت 4 هفته در یک خونه مخفی در اطراف استانبول مورد شکنجه قرار میگیره و بعدم به قتل میرسوننش و جسدش رو حدود 1 ماه بعد پس از ربودنش پلیس در واقع پلیس ترکیه کشف میکنه. قتل سرگرد عباس قلی‌زاده در 27 دسامبر 1992 اتفاق میفته. در رابطه با سازمان درفش کاویانی که یک سازمان مشروط طلب بود به رهبری منوچهر گنجی، خود منوچهر گنجی بعداً در دادگاه معروف به دادگاه میکونوس در برلین به عنوان یکی از شهود حاضر میشه، یعنی دادگاه ازش میخواد، دادستانی از منوچهر گنجی میخواد بیاد در رابطه با مسئله ترور همین افراد این سازمان مثل سرهنگ بای احمدی، سرگرد قلی‌زاده یا فریدون فرخزاد که عضو تشکیلات درفش کاویانی بوده توضیح بده و از جمله در رابطه با مسئله طرح ترور خودش. منوچهر گنجی در اونجا در دادگاه از جمله مسائلی که مطرح میکنه میگه در اکتبر سال 1990 جمهوری اسلامی قصد ترور اون رو داشته و بعد از طریق دستگاه‌های اطلاعاتی به اون اطلاع میدن و اون فرانسه رو برای مدتی ترک میکنه و چون جمهوری اسلامی دستش در واقع به منوچهر گنجی نمیرسه، معاون او رو دکتر سیروس الهی رو در 23 اکتبر 1990 به هنگام ترک خونه به ضرب گلوله به قتل میرسونن. منوچهر گنجی در دادگاه میکونوس 2 نامه به دادستانی ارائه میکنه، یکی نامه دادستان کل جمهوری اسلامی موسوی تبریزی است که مورخ 17 مارس 1993 به واواک در رابطه با قتل منوچهر گنجی که اون رو طبق این نامه موسوی تبریزی مفسد فی الارض اعلام میکنه که در دشمنی با اسلام داره و باید به قتل برسه تا برای دیگران درس عبرتی باشه و اون رو قتل اون رو واجب شرعی در این نامه دادستانی قتل اون واجب شرعی اعلام میشه. محمد یزدی که در اون زمان رئیس قوه قضایی بود، در اون زمان رئیس جمهور وقت رو که آقای هاشمی رفسنجانی بود از ضرورت این قتلی که میبایستی انجام بگیره مطلع میکنه. یعنی شما میبینید که مسئله قتل هایی که در درون جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و اتفاق میفته هرگز و هرگز عمل خودسرانه این گروه یا اون گروه نبوده، بلکه بسیار متمرکز از بالاترین مقامات حکومت دستور اومده و بنابر شهادت ابوالقاسم مصباحی تا زمانی که آیت الله خمینی زنده بود او دستور قتل ها رو میداد و پس از او شورای امور ویژه که متشکل از جمله رهبر مذهبی نظام، رئیس جمهور وقت، وزیر اطلاعات و امنیت و همچنین وزیر امور خارجه و دیگران بوده در رابطه با این قتل ها تصمیم میگیرن. ابوالقاسم مصباحی از جمله برای اثبات اینکه صحبتاش درسته و دقیقه بعد مثال میاره در دادگاه در بازپرسی برای با دادستانی مسئول پرونده ترور برلین که در سال 1984 از جمله نامه خمینی رو کنسول ایران
در هامبورگ بهش نشون میده دستخط آیت الله خمینی رو مبنی بر قتل هادی خرسندی. و ابوالقاسم مصباحی میگه من و کنسول ایران در هامبورگ رفتیم ملاقات دو تن از تروریستای الجزایری که نام یکی از اونها گواسمی بود و دستخط آیت الله خمینی رو مبنی بر حکم قتل هادی خرسندی بهشون نشون دادیم و من چون اونا زبان فرانسه بلد بودن متن رو از فارسی به فرانسه براشون ترجمه کردم و قرار شد برن هادی خرسندی رو بکشن. اما چون من مخالف این نوع قتل ها بودم، یعنی ابوالقاسم مصباحی میگه چون من مخالف این قتل ها بودم، شب قبل از قتل تلفن زدم به پلیس انگلستان و ماجرا رو براشون تعریف کردم که قرار فردا صبح حدود ساعت 8 هادی خرسندی رو به قتل برسونن و مشخصات دو تروریست رو براشون گفتم و بعد پلیس رفته تحقیق کرده دیده درسته، هادی خرسندی رو از خونش ور میدارن میبرن و تروریست ها رو دستگیر میکنن و دادستانی آلمان و دادگاه آلمان این مسئله رو با پلیس و دادستانی انگلستان چک میکنه و میبینه که مجموعه داستان، مجموعه آنچه را که ابوالقاسم مصباحی تعریف میکنه دقیقه و این تلفن انجام گرفته و این اقدامات هم انجام گرفته. در نتیجه این نشون میده که قتل‌های جمهوری اسلامی در درون ایران و بیرون ایران از طرف بالاترین نهادهای جمهوری اسلامی در موردش تصمیم گیری میشه و این قتل ها انجام میگیره. من در رابطه با قتل های دیگه بعداً باز هم توضیح خواهم داد که چگونه ری شهری وزیر اطلاعات و امنیت دستور میده که برن فعالان و یا افراد کانون نویسندگان ایران رو بکشن، دستور میده که وزیر اطلاعات ایران که برن و داریوش فروهر و پروانه اسکندری رو به قتل برسونن و این افراد از دوری نجف آبادی گرفته تا علی فلاحیان تا ری شهری و غیره، اینها در ضمن اینو نباید فراموش کرد عضو شورای خبرگان رهبری بوده و هستند و یعنی کسانی هستند این جنایتکاران که رهبر مذهبی نظام رو در واقع تعیین میکنند. به این ترتیب من صحبت امروزم هم تموم میکنم، اگر که پرسشی باشه با آنها پاسخ بدم. پرسش شده است که آیا ترکیه در مجموع کشوری ناامن برای فعالان سیاسی ایرانی است؟ نمونه های چنین قتل هایی در ترکیه داریم؟ بله، ترکیه بسیار ناامن هست به دلیل اینکه جمهوری اسلامی در اونجا فعالیت بسیار زیادی داره، به دلیل اینکه دستگاه های اطلاعاتی ترکیه و جمهوری اسلامی با هم کار میکنن و در ترکیه علاوه بر قتل سرگرد قلی‌زاده افراد دیگری هم به قتل رسیدن و همین دو سال پیش بود که رئیس تلویزیون جم هم در اونجا به قتل رسید. به خود من هم در واقع توصیه از طرف مقامات امنیتی این استش که به این گونه کشورها نروم. پرسش دوم این استش که سازمان درفش کاویانی چه نسبتی با حزب مشروطه داریوش همایون داشت؟ آیا برای ترور داریوش همایون هم برنامه‌ای وجود داشت؟ من فکر می‌کنم این دو سازمان کاملاً متفاوت هستند. حزب مشروطه ایران که از مؤسسانش داریوش همایون بود و سازمان درفش کاویانی، این که برای داریوش همایون برنامه ترور داشتن یا نه من اطلاعی ندارم، ولی می توانم حدس بزنم که به احتمال قوی چنین طرح‌هایی هم وجود داشته است. پرسش دیگر این است که جمهوری اسلامی ده‌ها ترور در خاک اروپا و ترکیه انجام داده. سازمان‌های امنیتی غرب برای چشم‌پوشی بر این مسائل چه استدلالی داشتند؟
آیا صرفا مسئله چشم‌پوشی به دلیل اقتصاد بود؟ ببینید سازمان‌های اطلاعاتی اگر که مطلع می شدند که چنین قتل‌هایی می خواهد انجام بگیرد، به نظر من به احتمال بسیار قوی جلوشو می گرفتن. اما موقعی که قتل انجام می گرفت، من فکر می کنم از جمله دلایل اقتصادی نقش داشت که پیگیری لازم نمی شد و اگر که می شد هم کوشش می کردن نامی از ایران و غیره نیاد. مسائل این که چرا چنین می کردن، مسئله اقتصادیش یک جنبشه. مثلا فرض کنید در رابطه با قتل دکتر قاسملو و اینکه سهرارودی و حاج غفور درجزی اینها دستگیر میشن، علت دستگیریشون هم این هستش که برخلاف آنچه که برنامه ریزی شده بود، جعفری سهرارودی یک تیر کمونه میکنه، میره توی بازوش، از شونش در میاد، میره زیر گلورش، میره تو دهنش، زخمی میشه، نمیتونه فرار کنه. به همین دلیل فرار میکنه و درجزی هم نمیتونه فرار بکنه، ولی مصطفی معروف به مصطفی تاریخ به دلیل تسلطش بر تاریخ کردستان موفق میشه فرار بکنه و اون از جمله کسانی بود که موتور فرار و غیره رو در واقع تهیه کرده بود و جز تیم به اصطلاح مذاکره کننده بود. پس از این که اینا دستگیر میشن، جعفری سهرارودی رو میبرن بیمارستان و درجزی رو میبرن اداره پلیس. اینا دو تا تصویر کاملا متفاوت ارائه میدن از آنچه که در اونجا گذشته و در نتیجه پلیس فوری متوجه میشه که هر دوی اینها دارن دروغ میگن و میدونه که میفهمه که خب اینا جزء اون تیم بودن. با توجه به اینکه از مجموعه کسانی که اونجا بودن مجموعه کردها کشته شدن و مجموعه ایرانی ها زنده موندن که یکی هم زخمی شده به دلیل اینکه تیر کمونه کرده بهش و بعد یکی از ایرانی ها مصطفی مصطفوی معروف به مصطفی جودی فرار میکنه و این دلیل این بود. با وجود این از اونجایی که سفیر ایران به در وین به وزارت امور خارجه اتریش مراجعه میکنه و تهدید میکنه، میگه اگر اینا آزاد نشن ما مسئولیتی برای جان شهروندان اتریشی که در ایران زندگی میکنن نداریم و ما مسئولیتی برای بمبگذاری هایی که در اینجا اقداماتی که انجام خواهد شد نخواهیم داشت. برای اینکه توضیح ایشون حزب الله این افراد رو دوست داره و نمیتونه تحمل کنه که در زندان باشن و در نتیجه پلیس این دوتا رو مشایعت میکنه به فرودگاه، اسکورت میکنه فرودگاه. پس از اینکه پرواز میکنن میرن، یه ماه بعد حکم دستگیری هر دوی اینها صادر میشه که هنوز هم اعتبار داره. برای علی فلاحیان هم در آلمان حکم دستگیری بین المللی صادره و در رابطه با علی خامنه ای و رفسنجانی که حالا فوت کرده و علی فلاحیان، اونها هم در حکم دادگاه محکوم شدن ولی دادستانی آلمان بعداً با اشاره به یکی از اصول مربوط به قوه قوانین قضایی آلمان و قانون اساسی آلمان که موقعی که منافع ملی یک کشور به خطر میفته میتواند از گشایش پرونده چشم‌پوشی بکنه، از گشایش پرونده قتل برای خامنه یا علی ولایتی چشم‌پوشی کردن و همچنین در مورد هاشمی رفسنجانی، ولی پرونده میتواند هر زمان دو مرتبه باز بشود به این دلیل که در آلمان قتل شامل مرور زمان نمیشه و پرونده بازه. همچنان که در مورد کسانی که فرار کردن مانند عبدالرحمن بنی هاشمی که با مسلسل حاضران رو به قتل رسوند، چهار نفر رو به قتل رسوند، پرونده بازه و اگر شرایطی بشود دولت آلمان میتواند دو مرتبه تمام این پرونده رو به کار بندازه.
منظورم این استش که دلایل اقتصادی یکیست، ولی مسئله مسائل امنیتی هم یکی از مسائل مهم هست، ترس از شهروندهای خودشون و ترس از بمبگذاری ها. سوال چهارم و آخر این استش که دستورات قتلی که خمینی میداد فتوای فقهی بود یا دستور سیاسی برای حذف یک نفر؟ خمینی دستور سیاسی میداد برای حذف یک نفر مخالفان، در ضمن بالاترین مرجع فقهی هم بود، به این دلیل شامل هر دوتاش میشد و دستوری رو که خمینی میداد واجب الاجرا بود و همه میبایستی اجرا بکنند و این رو در واقع منتقل میکردن بعداً به نهادهای مختلف با در نظر گرفتن اینکه کدام یک از این نهادها در کجا امکانات دارند، به وزارت اطلاعات و امنیت میدادند و یا به سپاه، بستگی به امکانات اینا بود. به این ترتیب من صحبت امروزم هم به تموم میکنم.